بسم الله الرحمن الرحیم خسروی هستم در ادامه بحث روش های پیشگیری از بارداری پرخطر در درس بهداشت خانواده میخوایم امروز سایر روش های از بارداری رو مطرح کنیم پس پایان این بحث باید دانشجو بتونه برنامه سلامت برای فرزندواری تشریح کنه با روش های کنتراسپتیو ترکیبی غیر خوراکی آشنا بشه روش های پیشگیری از بارداری ناخواسته رو بتونه توضیح بده انواع روش ها رو و روش پیشگیری از باردار اورژانس رو هم به طور کامل بیان کنه در واقع در جلسه قبل گفتیم که در مورد روشه بیشگیری از بارداری ترکیبی که ترکیبی از استروژن پروژسترون مورد استفاده قرار میگیره در واقع به غیر از قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری روش های غیر خوراکی هم وجود دارن از جمله روش غیرخوراکی غیر خوراکی که البته الان در حال حاضر در ایران موجود نیست ولی در دنیا استقبال شده استفاده از نوارینگ نوارینگ ها در واقع یه سری روش پیشگیری از بارداری هستند که در رینگ فلکسیبل هورمون استروژن پروژسترون طبیعه شده این رینگ در داخل واژن قرار میگیره و وقتی که رینگ در داخل واژن قرار گیره هورمون استروژن و پروژسترون از این رینگ در جذب ناحیه واژن میشه و به صورت روزانه این هورمون ترشح میشه اثر پیشگیری از بارداری این نوارینگ ها شبیه قرص پیشگیری از بارداری هستش و گاهی اوقات در بعضی از شرایط ممکنه اثرش بیشتر باشه چون جذب پوسی و مخاطی هورمون های جنسی بیشتر از جذب گوارشی هستش یکی از فوایدی که این روش نسبت به اون روش خوراکی داره این هستش که چون این روش از طریق خون جذب میشه این هورمون ها چرخه کبدی وجود نداره به اینجا جهت عوارض کبدی ایجاد نمیشه و مشکلی در دستگاه گوارش وجود با خوردن قرص بیشگیری از بارداری با این روش در واقع اتفاق نمیافته که در تصویر میبینین محل قرارگیری نوارین در واژن در قسمت انتهای واژن مجاور سرویکس هستش که رینگ قرار میگیره وقتی که یه خانمی میخواد از این روش پیشگیری از بادر استفاده کنه نوارینگ رو در روز دوم یا سوم سیکلش میذاره و نوارینگ هورمون آزاد میکنه دقیقا مقدار هورمونی طراحی شده برای یه دوره 21 روزه هستش بعد که نوارینگ رو خارج کردم که دیگه هورمون هم نداره سیکل خونریزی اتفاق میفته البته روز دوم سوم خونریزی گاهی اوقات برای بعضی از خانم ها مناسب نیست به این جهت که ممکنه که با خونریزی این این کم بیفته در دستور عملها ها اومده که خانم هایی که از این روش استفاده میکنن میتونن روز پنجم هم از این روش استفاده کنن که مقدار خونریزی خیلی کمتر شده تا اینجا در مورد روش های ترکیبی پیشگیری از بارداری که ترکیبی از استروژن و پروژسترون بود صحبت کردیم گفتیم یک مهمتر مکانیزم اثر کمبایل این هستش که باعث پیشگیری از تخمک گذاری میشه با اثری که هرمون ها میتونن بر روی هیپوپیز و هیپوتالاموس داشته باشند و باعث توقف ترشوه جیارش و افرسه بشن تو صحبت جلسه گذشته مطرح کردیم که ما روش های از بارداری داریم که فقط از پروژسترون استفاده میشه پروژسترون به این جهت که هورمونی هستش که روی الشتش اثر میذاره در مقاطعی کمش ممکنه که برای تخمک گذاری اثر نداشته باشه در مورد قرص های پی و پی یا پروژسترون اونلی پیل ها صحبت کردیم که مکانیسم اثرشون پیشگیری از تخمک گذاری نیست بلکه مهمترین مکانیسم اثرشون اثر بر روی ترشحات موکوسی سرویکس هستش و باعث میشه در واقع زخیم شدن ترشحات و غلیظ شدن اونها و کم شدن میشه در امکان مهاجرت اسپرم و از واژن به سرویکس رو در ممانعت میکنه ولی پروژسترون با مقادیر زیادش یعنی مقادیری که در آمپول های تزریقی پروژسترونی هستش و یا مقادیری که در روش های کاشتنی پروژسترونی هستش میتونه برای مهار تخمک‌گذاری هم تاثیر داشته باشه ما دو دسته آمپول برای پیشگیری از بارداری داریم دسته اول آمپولایی هستند که استروژن و پروژسترون دارن که دقیقا مکانیسم اثرشون مثل قرص های پیشگیری از بارداری نحوه استفاده هم همینطور است یعنی آمپول روز اول اون روزی تزریق میشه درست برای در دوره 20 روز هورمون آزاد میشه بعد اثر هورمون ها از بین میره و مقدارش در خون به حد اقل میرسه به خاطر این به حد اقل رسیدن خونریزی اتفاق میفته و مجددا دوباره همینطور تکرار آمپول به صورت یعنی هر یک ماه یک بار آمپول تزریق میشه آمپولایی که ترکیب استروژن و پروژسترون دارن چون ترکیبی هستند باید در واقع قطع مصرف داشته باشن برای همین اثرشون یک ماه هستش اما ما در مقابلش آمپولایی داریم تحت اون آمپولای پروژسترونی که به صورت دیر شونده هستن یا آهسته هستند که دپومدروکسی پروژسترون استات یه ترکیب پروژسترونی هستش که فقط پروژسترون داره این آمپولا میتونن به صورت ترکیباتی دو ماه سه ماهه و در شرایطی هم ترکیبای شش ماهه طراحی شدن ما در حال حاضر در کشور خودمون آمپولای دی ام پی ای رو داریم که همون دپومدروکسی پروژسترون استات هستش که اثر پیشگیری باید داره باید باید. اون در این جلسه میخوایم توضیح بدیم مکانیزم اثر پیشگیری از بارداری آمپولای پروژسترونی سه ماهه یا همون دی ایم پیه چون در واقع نوع مصرف پروژسترون‌های های تزریقی به صورت دی ایم پیه هستش اینه که دی ام پی می باعث تخمک گذاری بشه همونطور که قبلا گفتیم باعث میشه یه موکوس ریکال چسبنده کاهش حجم یافته و زخیم شده ایجاد کنه که جلوی مهاجرت اسپرمو میگیره و از طرف دیگه چون پروژسترون تاثیرش بر روی آندوم تاثیری هستش که آندومت رو در واقع حجمش کم میکنه و این پروژسترون چون دوزش زیاده یه تغییرات آتروفیک در آندومت اتفاق میفته اصطلاحا میگن تغییرات دسیدوایی یعنی همون شپه تغییراتی که ما در حاملگی داریم که آندومت بسیار نازک و آتروفیک میشه این تغییرات آتروفیک و نازک شدن آندومت باعث میشه ضمن اینکه پیشگیری میکنه از لانه گزینی تخم لقاح یافته یا آندومتر نازکی که ترشحی هم نیست و فضایی هم نداره جای برای لانه گزینی تخم لقاح یافته وجود نداره این تغییرات باعث میشه که آندومت قابلیت ریزش هم ازش گرفته بشه به این جهت این روش پیشگیری از بارداری ممکنه یکی از عوارض یا به یکی از شرایطی باشه اتفاق میفته در واقع همین قطع خونریزی یا قطع سیکل های طبیعی بدن باشه یا آمینور اتفاق بیفته و یکی دیگه از مکانیسم های اثرش اینه که آمپول تزریقی پروژسترون باعث لوتئولایزیس زودرس میشن یعنی چی یعنی اون تخمکی که رشد میکنه و میخواد به جسم زرد تبدیل بشه چون سطح پروژسترون بسیار بالاست این تخمک قبل از اینکه به وضعیت مچوشتن برسه خیلی زود دچار لوتئولایزیس میشه یعنی فرآیند لوترین شدن توش اتفاق میفته و چون سطح استروژن در اون تخمک بالا هستش دیگه قابلیت باوری رو ازش میگیره در واقع آمپولای پروژسترونی دی ام پیه، روش تجویزشون به این صورت هستش که این آمپولا در یک محلول میکروکریستال پروژسترونی آهسته روش طراحی شدن که یه ویال یک سیسی اون حدود 150 میلی گرم پروژسترون از نوع مدروکسی پروژسترون استات داره. نکته که قابل تعمله اینه که چون فقط یک سیسی طراحی شده قلزت این محلول بسیار بالاست و وقتی قراره که این آمپول استفاده بشه کسی که این آمپول داره تجویز میکنه و در واقع داره تزریق میکنه و توجه داشته باشه که هر یک قطره اون میتونه حاوی 15 میلی گرم پروژسترون باشه و اثر پیشگیری از بارداری اون رو چیکار کنه کم کنه برای همین خیلی باید دقت که همه آمپول با هم تزریق بشه روش تجویزی آمپول اینطور است که خانمی که مراجعه میکنه و قراره که از این روش پیشگیری از بارداری استفاده کنه بعد از اینکه بررسی های لازم صورت گرفت که این خانم سالم هستش مشکلی نداره وزنش خیلی بالا نیست چون این آمپول باعث افزایش وزن میشن در بعضی از جاهایی که خانم که کمتر از 70 کیلوگرم هستن از این روش استفاده کنن یا بی ام آیش تو گروه چاق قرار نمیگیره میتونن از روش استفاده کنن و در واقع عملکرد کبدشون هم مشکلی نداره و سطح چربی ها و لیپید خونشون در حد طبیعی و قند خونشون هم طبیعی هستش میتونن از این روش استفاده کنن وقتی مشخص که یه خانمی شرایط استفاده از این روش رو داره اولین تزریق رو در یکی از پنج روز اول سیکل خونریزی اتفاق میفته. اون که پر خانم خونریزی میکنه در یکی از پنج روز اول میتونیم اولین داشته باشیم. هر تزریق که صورت میگیره میتونه دوازده هفته اثر بخشی کنتراسپتیوی داشته باشه این تا سه ماه این تزریق میتونه اثر خودش داشته باشه برای همین هر سه ماه یک بار تزریق صورت میگیره و به طور متوسط میگیم بین دوازده هفته مثبت منفی دو هفته میتونه یه یعنی خانمی دو هفته زودتر یا دو هفته دیرتر هم این تزریق داشته باشه نتیجه مطالعات نشون میده که اگه دو هفته هم دیرتر بشه اثر بخشی رو کاهش نمیده وقتی که میخوان آمپول تزریق بشه در روی عضله دلتوید یا عضلای روی دست یا عضلای در واقع گلوتوس یا عضلای روی ران در واقع در این سه نقطه میتونه تزریق صورت بگیره خیلی از کشورهای دنیا به فردی که در واقع مصرف کننده روش هست آموزش میدن که خودش در واقع این تزریق رو انجام بده ولی ما معمولا از مراجع کننده ها میخوایم که بیا تو مرکز ما تزریق صورت بگیره علتش اینه که در واقع اینجوری میتونیم فالوآپ بهتری داشته باشیم و کنترل کنیم که, که از این روش استفاده میکنن این روش پیشگیری از بارداری بسیار اثر بخشه چون نه تنها باعث این میشه که تخمک گذاری صورت نگیره بلکه این روش پیشگیری از بارداری به خاطر اون که آندومتر رو آتروفی میکنه و خیلی نازک میکنه و ریزش هم خیلی موقع اتفاق نمیفته اثر پیشگیری از باردرش بیشتر از قرص هستش و یه روش مؤثر پیشگیری از بارداری حساب میشه اثر بخشی اون حدود 7 دهم درصد در صد نفر مصرف کننده هستش که استروژن نداره چون فقط پروژسترون داره در ترمبوز اتفاق نمیفته اثر بیشتری از بارداری طولانی هستش و اثرات مفید غیر کنتراسپتیوی این روش بیشگیری از بارداری مثل کاهش شانس کانسر آندومت یا کاهش شانس خطر کانسر تخمدان و افرانت رگنی یعنی براش مطرح هستش عوارض این روش پیشگیری از بارداری چی هستش یکی از مهمترین عوارض و شایدترین عوارضی که کلا پروژسترون ها ایجاد میکنن روش های پیشگیری از بارداری که فقط پروژسترون دارن این هستش باعث اختلال در سیکل‌های های قاعدگی میشن از جمله این روش های پروژسترون دی ام پی هستش که این اتفاق می‌افته. خانمایی که از دی ام پی استفاده میکنن ممکن از لکه بینی نامنظم داشته باشن تا قطع کامل سیکت هر چقدر این عوارض به سمت قطع کامل سیکت ها بره اثر پیشگیری از چی استش بالاتره. البته نتایج مطالعات نشون میده که معمولا خونریزی نامنظم در سی درصد حاملی در سال اول اتفاق میفته ولی این خونریزی نامنظم کمتر به صورت خونریزی شدیده به صورت لکی ممکنه باشه معمولا روش پیشگیری از بارداری پروژسترونی باعث خونریزی شدید نمیشن به اینجاد خانمایی که کم خونی دارن این روش براشون مناسب تر چون در مجموع خونریزیشون خیلی خیلی کم میشه ولی آمره ممکن در سی در پنجاه درصد موارد در سال اول دیده بشه و تا هفتاد درصد در سال دوم در واقع این آمره ملاحظه میشه تجربه ما در کشور خودمونشون داده که اکثر خانم دریافت کننده دی ام پی ای میشن شاید من بر اساس شواهد اویدنس هایی که توی بالین داریم متوجه میشیم که بوده 90 درست خانم ها که مطرح میکنن آمیلو هستش البته این آمیلو که اتفاق میفته آسیب به سلامتی فرد نمیزنه و این آمیلو بعد از قطع آمپول تزریقی قابل برگشت هست توجه به این نکته مهمه که بلافاصله ممکن قابل برگشت نباشه ولی تا 24 ماه بعد از آخرین تزریق تقریبا همه خانم ها به حالت قبل خودشون برمیگن تنها روش پیشگیری از بارداری که بعد از قطع اون ممکنه بارداری با تاخیر صورت بگیره همین دی ام پی هستش علت این هستش این آمنوره به خاطر مهار تخمک گذاری نیست که اتفاق میفته بلکه این آمنوره به خاطر هم آتروفی آندومتر که اتفاق میفته و چون بعد از چند مدت تزریق ممکن هی این آتروب شدیتر شده باشه وقتی آمپول رو قطع میکنن ممکنه تا برگرده رحم به حالت خودش این آتروبیش زمان ببره برای همین حتما این توضیح برای خانم ها میدیم که بعد از اینکه آمپول دی ام پی قطع کردن ممکنه تا 24 ماه آمل ادامه داشته باشه به اصحای دویلیه یکی از عوارضی که اتفاق میفته افزایش وزن هستش افزایش وزن یک کیلوگرم در سال برای خانمایی مصرف کننده دی ام هستن میتونیم بپذیریم اما اگر بیشتر از اون شدهش به خود سال اول بیشتر از 5 پوند شد و یا 8 پوند برای سال دوم این افزایش وزن وجود داشته باشه باید مصرف دی ام پی قطع بشه یکی دیگه از عوارضی که دی ام پی ممکن ایجاد کنه خانم که مصرف کردن دی ام پی هستن دچار حساسیت و سنگینی و احساس درد در هاشون میشن البته این آرزه هم قابل برگشت هستش هم نیاز به قطع مصرف نداره چون به ها بگیم که معمولا در واقع این جزء عوارضی هستش که به تدریج بهبود پیدا میکنه و فرد نسبت بهش آداپته میشه روش پیشگیری از بالای دی ام پی ای باید هر سه ماه یک بار در واقع فرد مراجعه کنه و ویزیت بشه آمپولای دی ام پی برای چه کسانی مناسب هستش؟ پروژسترون ها یه اثرات مفیدی هم میتونن تو بدن داشته باشن برای همین برای بعضی از گروه ها میتونن روش مفیدی باشن در مجموع باید یاد اون باشه که آمپولای تزریق پروژسترونی که هر سه ماه یک بار تزریق میشه ما برای خانم های پیشنهاد کنیم که تعداد فرزندان دلخواهی رو که میخوان داشته باشن یعنی خانمی تصمیم گرفته دو, دو بچه داشته باشه برای این خانم بعد از دومین بچهش میتونیمش آمپول دی ام پی ای رو در واقع توصیه کنیم چون اون مشکلی که گفتیم که تاخیر باروری پس از قطع روش ممکن اتفاق بیفته برای خانم هایی که مشتاق باروری هستن یا زود دوست دارن که حامله بشن ممکن اذیت کننده باشه برای این ترجیح میدیم برای کسانی استفاده کنیم که فرزندانی که میخوان رو دارن برای کسایی که مشکلات طبی دارن یا بیماری مادرزادی قلبی دارن و نمیتونن سایر هورمون ها رو استفاده کنن به شرطی که عملکرد قلبشون دچار مشکل نشده باشه میتونن از آمپول دی ام پی استفاده کنن یکی از مواردی که شاید هنوز دلیلش مشخص نشده خانم هایی هستن که آنمی سایکل سل دارن آنمی سایکل سل حتی با مصرف دی بهبودی هم حاصل میشه یعنی تعداد دفعات حملات درد سایکستر کمتر میشه و مدت زمان فاصله حملات هم بیشتر میشه این در واقع نشون میده که مصرف آمپول تزریق خط باعث بهبود وضعیت این خانم ها هم میشه خانم هایی که سابقه با آمبولی دارن و نمیتونن از سایر روش های هورمونی پیش از استفاده کنن خانم هایی که سیگاری هستند و بیشتر از سیگار در روز مصرف میکنن اگر نتونن سایر روش ها رو استفاده کنن میتونن از آمپول دی ام پی استفاده کنن و در مجموع باید به همه خانمه که سیگاری هستن بگیم که در هر جهت این یه هورمون هستش و باید مراقبت ویژه برشون انجام بشه یکی از گروه هایی که ما برشون از آمپولای دی استفاده میکنیم خانم هایی هستند که آی کیو پایین دارن یا مشکلات منتال دارن اینها به خصوص اونهایی که در محل هایی که نگهداری افرادی که دیسابیلیتی دارن در واقع تو محل ها دارن نگهداری میشن یا خانم هایی که کسی نیست ازشون مراقبت های خیلی خاصی بکنه و دچار این اختلال منتال هستند و معلولیت های ذهنی هستند برای این گروه برای اینکه که حاملگی نخواست اتفاق نیفته چون اینا ممکنه خودشون نتونن از خودشون محافظت لازمو داشته باشن ما از آنپلای تزریق دی ام استفاده کنیم دی ام خب نیاز به یادآوری نداره چون این گروه ممکنه فراموش کنن و نتونن حتی به یاد بیارن که مثلا قرصار به موقع استفاده کنن بر همین اگه تو بخش مصری هستن یا تو محل نگهداری هستن هست ماه یک بار براشون آمپول دی ام پی تزریق میکنن که باعث پیشگیری از بارداری هم در این گروه میشه یعنی یه روش مناسب برای کسایی هستش که خودشون نمیتونن در واقع مراقبت خوبی از خودشون داشته باشن از روش پیشگیری از بارداریشون در واقع این تزریق رو میان تو درمانگاه انجام میدن و یک گروهی هم که باز آمپلای DMP برای روش مناسبی هستش خانمهای هستن که اختلات تشنجی دارن برای این گروه هم آمپلای پی روش مناسب پیشگیری از بارداری محسوب میشه و بعضی از منابع نوشتن که ممکنه وقوع اختلاط تشنجی رو هم کمتر کنه یکی دیگه از روش های پیشگیری از بارداری که پاس فقط پروژسترون داره کپسول های کاشتنی پروژسترونی هستند که اصطلاح بهشون میگن این ها یا نورپلنت‌های های پروژسترونی نورپلنت های پروژسترونی روش پیشگیری از بارداری هستش که باز طولانی رو اصله حتی از آمپولای تزریقی هم طولانی رو اثرتر هستش یعنی خانمی که از این کپسول استفاده میکنه تا پنج سال اثر پیشگیری از بارداری در این خانم حفظ میشه این روش پیشگیری از بارداری چند نوع داره نوعی که در ایران وجود داره البته برای تعداد کمی مورد استفاده قرار میگیره شیش تا کپسول پروژسترونی هستش که هر شیشه کپسول پروژسترونی در ناحیه داخل بازو به صورت داخل جلدی کاشته میشه هر کپسول به لحاظ اندازه به اندازه یک چوب کبریت هستش یعنی سود 43 میلیمتر ارتفاعشه و قوتش هم 2.4 همه میلیمتر هستش و این کپسول ها هستند که حاوی پروژسترون هستند که در داخل پوست به تدریج آزاد میشن وقتی یه خانمی از این کپسول استفاده میکنه سطح خونی پروژسترون اول بالا میره تو ماه اول بالا هستش به تدریج سطح پروژسترون کاهش پیدا میکنه و به سطح پلاتو یا سطح توقف میرسه و این سطح در طول این پنج سالی که خانم این آمبولای تزریقی رو داره سطح پروژسترون در همون وضعیت تقریبا باقی میمونه کپسول کاشتنی پروژسترون در واقع کپسول قابل ارتجایی هستند که نوع پروژسترون که دارن لیوانورژسترول هستش یا الینجی که در ناحیه زیر جلد بالای بازوی غیر قالبی نگر دست راست هستش دست شب کاشته میشه و اگه دست هستش دست راستش کاشته میشه البته بار اولی که میخواد مصرف کنه و اگه یه خانمی یک بار کپسول ها رو کاشت بعد از پنج سال کپسول ها رو خارج کرد و دوباره خواست که از کپسول های استفاده کنه باید در واقع در بازوی مقابل کاشته بشه باز مکانیسم اثر کپسول کاشتنی هم مثل آمپول های تزریق پروژستانی مباعث مهار تخمک گذاری میشه این کپسول کاشتنی و خود پروژستان تزریقی در مجموع میتونن حرکات لای رحمی رو کم کنن و این کم شدن حرکات لاهی رحمی باعث میشه که حرکت تخمک طولانی تر بشه در طول لای رحمی و شانس لقا ها ازش میگیره علاوه بر اثر دیگه ای داره یکی دیگه از تغییراتی که اتفاق میفته کپسولای کاشتنی پروژسترونی باعث تغییر در آندومت میشه به طوری که آندومت قابل لانه گزینی نداره اما باید به یاد داشته باشین که کپسولهای کاشتنی پروژسترونی باعث آتروفی شدن آندومتر نمیشن به این جهت خانم هایی که از این کپسولا استفاده میکنن منز توشون اتفاق میفته توشون اتفاق میفته گفتیم تنها روشی که اتفاق نمیفته یا اکثر موارد اتفاق نمیفته آمپول های تزریقی دی ام پیه بودن و این کپسول هم, هم چون پروژسترون دارن و گفتیم که این اثر پروژسترون هستش که باعث این میشه موکوس سرویکال قلید و چسبنده ایجاد کنه و مانع نفوذ اسپرم بشه در واقع این مکانیزم اثر کپسول کاشتنی پروژسترونی هستش همینطوری در تصویر میبینید، محل کاشت کپسول ها به این صورت که یه برشی بسیار سطحی و نازک که یک سانتیمتری رو ناهی داخل بازو صورت میگیره بعد کپسول ها تک تک توی اپلیکاتور گذاشته میشن بعد از اینکه بیهسی مختصر تو موضع صورت گرفت در ناحیه داخل جلد همینطور که اسمش شده کاشتنی هستن یعنی فضایی که در حالت عادی وجود نداره و یه فضای مجازی هستش به تدریج با آرامش این اپلیکاتورا رو فشار میدیم و کپسول در داخل باز تو داخل جلد کاشته میشه بعد این کپسول کاشته شد تا یک هفته ممکن محل در کاشتن کپسول آسیب دیده بشه آزاد به تدریج در واقع این محل ترمیم میشه وقتی هم نمیشه با چسب روش پوشیده میشه و بعد دیگه ظاهرش هم به تدریج بهبود پیدا میکنه این کپسول پروژسترونی بسیار موثر هستن حتی از آمپول تزریق هم موثرتر هستن و 500 در صد حاملی در نفر مصرف کننده و کپسول ها ممکنه اتفاق بیفته اثر بخشی این کپسول ها بلا فاصله بعد از کاش 24 ساعت بعد از کاش ظاهر میشه های تزریقی هم همینطور بعد 24 ساعت از تزریق صورت دیر. اثر بخشی شروع میشه و نیاز نیست که روش اضافه هم استفاده بشه این روش طولانی و اثرترین روش پیشگیری از بارداری بدون در نظر گرفتن بستر یعنی ما بستر را بذاریم کنار این روش پیشگیری از بارداری طولانی اثرتر همه هستشون تا پنج سال اثر پیشگیری از بارداری داره برای انجام این کار نیازی به این نیستش معاینه لگنی صورت بگیره همینقدر که فرد سلامت باشه اختلال لیپیدو خون نداشته باشه و مشکلات اونریزی غیر طبیعی و غیر هم نداشته باشه میتونیم کپسول برای فرد بکاریم و تأثیری هم در فرد شیردهی نداره و در ارتباط جنسی هم تأثیری نداره نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که تو کشور ما این روش پیشگیری از بارداری اون ابتدای که وارد شده بود خب خیلی طرفدار داشتون تو اثر بود خیلی از خانم استفاده کردن ولی گفتیم یکی از عوارض پروژسترون ها خونریزی های نامرتب البته نه خونریزی شدید خونریزی کم نامرتب بیشتر به صورت لکی بینی اتفاق میفته به خصوص با نورپلند در سال اول این مشکل خیلی زیادتر هستش حتی از آمپول تزریق پروژسترون هم این اثر بیشتر هستش برای همین خیلی از خانمایی که این کپسول استفاده کرده بودن بعضی مدتی با شکایت بینی مراجعه کردن و تمایل داشتن که کپسولا رو خارج کنن برای همین در حال حاضر در شرایط ویژه یعنی خانمی که نمیتونه سایر روش رو استفاده کنه و نبایدم هم بسته بشه میتونیم از کپسولای کاشتنی استفاده کنیم یکی از مشکلات و محدودیت های کپسول کاشتنی دارن گفتیم باعث تغییر در ارگوی خونریزی سیکل میشن برای کاشت ها حتما نیاز به فرد ماهر آموزش دیده هستش معمولا ماماها یا پزشکان عمومی برای کاشتن کپسول ها آموزش میبینن بعد از اینکه آموزش دیدن میتونن این کپسول ها رو بکارن تو مرکز داشت درمانی ما که این کپسول ها در حال حاضر کاشته میشه به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی معمولا یک مرکزی رو برای این کار در نظر گرفتند یک ماما هستش که در واقع این کپسولها رو میکاره با مصرف بعضی از داروها مثل داروهای ضد سر فلیتون یا ریفامپین اثر این کپسول کاشتنی کاهش پیدا میکنه برای خانمی که مجبور از این دارو استفاده کنه یا مجبور مصرف بعضی از داروها رو شروع کنه بهش میگیم که اثر این داروها ممکنه کمتر بشه و میتونه روش پیشگیری از بارداریش رو تغییر بده یا همراه با این روش از روش های دیگه غیر هورمونی استفاده کنه متاسفانه روشهای پیشگیری از بارداری مثل کپسول های کاشتنی، آمپول تزریقی دی ام پی ای و قرص خوراکی پیشگیری از بارداری محافظت در مقابل آلودگی به ایچایی و و ای std ایجاد نمیکنن چون اصلا هیچ ارتباطی با اون فضایی که باعث میشه که این دی اتفاق بیفته نداره و این یکی از اون محدودیت های هستش که افسوی کاشتنی داره برای جوامع یا تو افرادی که شانس ابتلا به اچ و یا اس بالا هستش توصیه میکنیم که از این کپسول استفاده نکنن اثر بخشی این کپسول واسه طول زمان استفاده هستش اگر قرار باشه که حاملگی اتفاق بیفته در انتهای زمانی که طول مدت این کپسول هستش بیشتر اتفاق میفته یعنی زمان که میگذره ممکنه مدت اثر بخشم کمتر بشه تا اینجا در مورد روش های هرمونی پیشگیری از بارداری صحبت کردیم و حالا میخوایم این روش رو بذاریم کنار چون دیگه بحثمون تقریبا در این قسمت خاتمه پیدا کرده و میریم سراغ روش هایی که این روش ها ممکنه که اثرات سیستمیک نشد چون روش های پیشگیری از بارداری هورمونی چه به صورت خوراکی تزریقی یا کاشتنی این روش ها اثر سیستمیک داشتن یعنی هورمون وارد خون میشه و از خون میره و بر روی هیپوتالاموس یا هیپوفیز اثر میکنه و سایر اثراتی که گفتیم و باعث پیشگیری از بارداری میشه اما یه روش پیشگیری از بارداری قرار مطرح کنیم تحت عنوان آیودی یا اینترایوترین دیوایس یا یک دستگاه داخل رحمی که به صورت موضعی اثر پیشگیری از بارداریش در واقع اعمال میشه این روش پیشگیری از بارداری تاریخچه بسیار زیبایی داره که من به دوستان توصیه میکنم برن اون رو مطالعه کنن چون فرصت نیست اینجا مطرح کنیم اما یاد باشه که در واقع این روش در روشی بوده که اولین بار در سلطنتی استفاده شده برای اینکه اثر اون موضعی بوده و کسی متوجه نمیشده که اون خانم داره پیشگیری از بارداری رو انجام میده آیودی تا به حال چند نسل پشت سر هم دیگه نسل اول آیودی آیودی بودند که از جنس طلا یا نقره بودند. گفتیم که اولا در یک خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار گرفتند. و پزشکان به این نتیجه رسیدند که اگه ما بیایم یه جسمی رو در داخل رحم بذاریم که فضای داخل رحم رو اشغال کنه، اون جسم میتونه اثر پیشگیری از بارداری داشته که جایی برای لانه گزینی وجود نخواهد داشت. نسل بعدی آیدی وقتی آیدی دیگه مشخص شد که یه استفاده میکنه و این رمز خانواده جایگزیناتی باز شد. مادر از فلس های سطح پایین استفاده کردن فلزی که استفاده شد فلز مس بود جایگزین اون طلا و نقره شد که در واقع تو نسل قبلی استفاده می شد با این تصور که آیودی در واقع فضای داخل رحم رو اشغال میکنه یه دی از افراد تلاش کردن که آیودی بسازن که شکلای پیچیده داشته باشه تا فضای بیشتر اشغال کنه که بعدها مشخص شد که پیچیده شدن شکل آیودی نقش در اثرگذاری اون نداره آیه های اصل سوم آیه هستند که حاوی مس هستند و این آیدی ها به خاطر حضور یون مس که از این آیدی تدریج آزاد میشه اثر پیشگیری از, پیش از بارداریشون اعمال میشه نتیجه مطالعات نشون داد که آیدی هایی که در واقع گذاشته میشه یا به آیدی های نوع مستار که شایع ترین نوع اون آیدی کاپرتیه 380 آ هستش به اصطلاح یه آیدی هستش که اولا حاوی مس شکلش تی شیپه. همطور که نگاه میکن تو اسمش نوشته شده و حاوی 180 میلی گرم مس هستش به اضافه اینکه اون ای نشون که نقره تو آیدی هستش که قابلیت پیگیری آیدی رو از نظر سونوگرافی هم داره این دی ها که آیدی مورد تایید دبلیو هم هستش و الان تو اکثر کشورهای دنیا داره استفاده میشه چون آیدی تنوع بسیار زیادی داره همون فرصت نشیم تو این کلاس بیشتر از در صحبت کنیم فقط این نوعیدی که مورد تایید هست چون عوارض کمتری داره ماندگارش هم بالا هستش این آیودیها ها آیدی ها هستند که باعث میشن اثر پیشگیری از بارداری تقریبا مشخص شده داشته باشن و اون اثر این هستش که آیودی باعث میشه به خاطر حضور یون مصر باعث اختلال در عمل کرده اسپرم و پیشگیری از لقاح میشه آیودی هایی که امروزه مورد استفاده قرار میگه تقریبا مکانیسم به اثر رو داره به این جهت که اون مثل در مایات داخل حفره رحمی آزاد میشن و باعث میشن که ریه گلوگول های سفید افزایش بده کنن پروسیگندی رو افزایش بده کنن و یه فضای ملتهبی رو ایجاد میکنن که این فضای ملتهب باعث تخریب فعالیت اسپرم میشه برای همین خانم هایی که از آیودی استفاده می آی استفاده میکنن یه التهاب کاذب دارن گاهی اوقات برای التهاب کاذب عفونت هم سوار میشه برای همین شانس عفونت برای کسی که آی میذارن بیشتر میشه از نظر افیکیسی این نوع آیودی افیکیسیش هفته همه درصد هست در سال اول و ممکنه که این افیکیسی با افزایش سالهای بعدی یه کمی کمتر بشه و شانس وقوع حاملگی یا فعلی را شکست رو کنه بیشتر کنه آیودی کاپرتی 180 آد دیوریشنشون 10 سال هستش یعنی بعد از کپسول کاشتنی که روش هورمونی پیشگیری از بارداری طول نعصب بودی گفتیم طول نعصب تنی روش پیشگیری از بارداری هورمونی هستش آیودی هستن که 10 سال اثر پیش از پیشگیری از بارداری تو کشور ما و خیلی از کشور دیگه دنیا مدت زمانی که از این آیدی استفاده میشه 8 سال هستش سعی میکنن که در واقع بعد از 8 سال آیدی رو خارج کنن چون شانس بوق حاملگی کم بیشتر میشه شانس عفونت هم بیشتر میشه آیدی جسم خارجی در داخل رحم گذاشته میشه این جسم خارجی باید خودش رو با محوطه داخل رحم تطبیق بده رحم در مقابل حضور جسم خارجی عکس از خودش نشون میده که این عکس طبیعی هستش به این جد عوارضی که به دنبال آیدی ایجاد میشه ناشی از همین عکس هستش که در واقع اتفاق میفته چون این جسم خارجی هستش ممکنه عوارضی از جمله اینکه باعث کرمپ یا درد در زمان گذاشتن آیدی میشه به تدریج این درد بهبود پیدا میکنه چون بدن نسبت به عادت میکنه باعث افزایش خونریزی میشه به خصوص در چند اول کسایی که آیدی میذارن خون, خون ریزی بیشتر میشه گاهی اوقات هم ممکن اختلال در سیکل اتفاق بیفته معمولا خون بیشتر اتفاق میفته بعد دوازده هفته این خونریزی به تدریج کم میشه ولی خانمی که آیدی داره نسبت به قبل از زمانی که آیدی رو در داخل رحمش گذاشته باشن خونریزیش بیشتر است پس کسایی که آیدی دارن چون خونریزی بیشتری میکنن باید مراقب باشیم که دچار کم خونی یا خصوص کم خونی آهن نشن پس در چند ماه اول ممکن خونریزی نامنظم هم داشته باشن از عوارض دیگه ای که ممکنه همراه با آیدی اتفاق بیفته این هستش که ممکنه اصلا آیدی باعث وارد شدن آیدی به داخل دیواره رحم میشه اینو میگن پرفوریشن یا گاهی اوقات آسیب دیواره رحم این اتفاق بسیار نادره معمولا توسط کسایی که خیلی مهارت ندارن آیدی بزنن اتفاق میفته تو کشور ما گذاشتن آیدی جز فعالیت هستش که ماماها معمولا رو انجام میدن گاهی اوقات متخصصین وارد این حوزه میشن متخصص زنا که آیدی رو میکس دارن. ولی اگر کسی که آیدی رو میذاره دقت کرده باشه و آیدی رو درست گذاشته باشه از قبلم رحم رو معاینه کرده باشه رحم آنومالی نداشته باشه شکل رحم شکل غیر طبیعی معمولا اتفاق خیلی کم اتفاق میفته اما یه اتفاقی که خب شایدتر هستش به خصوص در اول شانس بوقش 2 تا 10 درصد هستش که یه خانم آیدی رو میذاره بعد چون ما زمانی که آیدی رو میذاریم معمولا در زمان خونریزی یا سیک هستش که آیدی رو میذاریم شانس خارج شدن آیدی بدون اینکه فرد متوجه بشه وجود داره آیدی جسمی کوچیکی هستش ممکنه با همراه با لخته های خونی که از بدن فرد خارج میشه این ایدی هم خارج فرد اصلا متوجه نشه بارها شده خانم ما مراجعه کرده میگه من آیدی دارم وقتی مایش ما میکنیم ایدی وجود نداره سونوگرافی میدیم باز ایدی نیستش به این خانم میگه آیدی شما افتاده تعجب میکنه که کی ایدی افتاده متوجه نشدم بهش میگیم که احتمالاً در زمانی که شما خونریزی سیکل داشتین به خصوص گفتیم در چند سیکل اول ممکن خونریزی شدیدتر باشه این اتفاق ممکنه بیفته برای خانمی که آیدی میذاره این اتفاق چون در سیکل اول شایع تر هستش بهش توصیه میکنیم که بلافاصله پس از خونریزی سیکل اول و خونریزی سیکل دوم بیاد برای معاینه که این آیدی در سجه خودش هست یا نه ما معمولا یه شرطی برای گذاشتن آیدی داریم شرط این هستش خانمی که آیدی میذاره باید خانمی باشه که حداقل یک بار زایمان کرده باشه یعنی یک بار تجربه زایما رو داشته باشه چرا این بهتر هست برای اینکه اولا دهانه رحم چون یک بار تجربه زایما وجود داشته آمادگی برای یک زایما رو پیدا کرده بوده در گذاشتن آیدی راحت تر هستش دوم شرطمون هستش که خانمی که آیدی میذاره خونریزی شدید نداشته باشه کم خونی هم نداشته باشه چون خانمی که خودشون خونریزشون خیلی شدید هستش اگه آیدی بذارن خونش شدیدتر میشه و این کم رو تشدید میکنه و شرط مهم دیگه‌مون این هستش که فرد عفونتی نداشته باشه و اگر هم عفونت داره درمان شده باشه یعنی شرایطی باشه که در وضعیت کاملا سالم آیدی رو گذاشته باشه و جزء گروههایی نباشه که شانس بروز آلودگی اچ یا اس توش بیشتر بشه چون خانم هایی که در خطر عفونت منتقل جنسی هستن یا خانم هایی که در خطر آلودگی و اچ هستن چون خود محیط رحم برای کسی که آیدی گذاشته گفتیم مستعد عفونت چون التهاب کاذب داره شانس شعله بر شدن این عفونت یا بدتر این عفونت ها و یا حتی شانس آسیب دیدگی آندومت برای اینکه این اتفاق بیشتر بیفته وجود خواهد داشت و خانم هایی که درد دارن در هنگام خونریزی قاعدگیشون ممکنه با این آیدی که میذارین درد تشدید بشه چون این کرم ها خصوص در زمانی که خونریزی اتفاق میفته خیلی بیشتر از چون رحم تلاش میکنه جسم خارجی رو خارج کنه به خاطر همین در این تلاش خودش فرد رو آسیب میکنه و یکی دیگه از عوارضی که ممکن اتفاق بیفته عفونت هستش معمولا عفونت ها در زمان کاشت آیدی اتفاق میفتن معمولا این طور اصلا گاهی وقت هم که در طول زمان هم فردی که آیدی گذاشته گفتیم به خاطر اون شرطی اتفاق میفته دچار عفونت بشه برای چه کسانی گذاشتن آیدی ممنوع یا درست نیست که ما آیدی رو بذاریم؟ دیگه بین صحبت ها مشخص شد برای خانم هایی که ما مشکوک به حاملگی هستیم یا خانم هایی که حامله هستند مثلا خدای ناکرده به خاطر اینکه سخت عمدی انجام بدن گذاشتن خیلی خطرناکه این کار ممکنه منجر به پارگی رحم بشه نه تنها آرزه پارگی رحم ممکن اتفاق بیفته بلکه ممکنه فرد آیدی رو بذاره این آیدی آسیب محصول حاملگی برسونه باعث ختم حاملگی هم نشه برای اگه خانم به حاملگی هستش ما براش استفاده نمی‌کنیم فقط ما یه مورد برای کسایی که دچار تهاجم جنسی شدن وقتی بهزش خانه مراجعه میکنن به اگر این افراد ازدواج نکرده باشند برای اینکه حاملگی اتفاق نیفته به عنوان یه روش اورژانس پیشگیری از بارداری تو این گروه ممکن استفاده بشه یعنی فرض کنین که میپرسن که اگر ارتباط در چند روز اخیر بوده برای اینکه شانس لانه گزینی رو از اون محصول حاملگی بگیرن آیدی میزنن که اون محصول حاملگی لانه گزین نکنه اما اگر مثلا یه خانمی که از 5 روز مراجعه کردید که این شانس هم در واقع وجود نخواهد داشت که میتونیم جلو حاملگی رو بگیریم خانمایی در سه ماه اخیر دچار پی یا عفونت منتشر داخل لگن شدن این خانم ها نباید آیدی بزنن خانمایی که اخیرا دچار آلودگی گونوکوک شدن یا در واقع آلودگی به سوزاک شدن یا اینکه خانم هایی که دیگه به کلامیدیا پیدا کردن باز یکی از عفونت هایی هستش که در داخل واژن و سرویس اتفاق میفته یا بقیه عفونت هایی که در سرویس اتفاق میفته این هم گفتیم برای اینکه بخوان آیدی بذارن باید حتما عفونتشون درمان بشه مطمئن بشین درمان موفق و بوده و علائمی از عفونت وجود نداره بعد برشون آیدی بذاره چون باز تاکید میکنم گفتیم که آیدی ممکنه که شرط برای عفونت کنه خانم هایی که الان در حال حاضر یا اخیرا دچار عفونت های سپسیز شدن باز اینها اصلا نباید آیدی بذارن چون اینا خیلی استعدادی دارن برای عفونت و آیدی ممکن وضعیت تشدید کنه خونریزی غیر طبیعی رو گفتیم که نباید براش آیدی بذارن ممکنه این خونریزی غیر طبیعی مورد خاصی هم نباشه اما چون خود آیدی هم باعث خونریزی غیر طبیعی میشه هم اون وضعیت قبل رو گمراه میکنه و ممکن ما رو به بیراهه بکشونه و متوجه نشیم که این رفتی هم به قبل داشته و همین که باعث کمخونی فراهم هم بشه خانم هایی که در دستگاه ژنیتالشون در دستگاه تولد یا مریگنسی یا کانسر دارن به هیچ وجه نباید آیدی بذارن ممکن آیدی باعث شده و شدن کانسر ها بشه و اونهایی که حفره رحمشون اشکال داره یه تعدادی از خانم ها هستن که حفره رحمشون به طور طبیعی ممکنه دو شاخ باشه یا ممکنه که یه سپتوم واسه دیواره رحمشون باشه اینا افرادی هستن که میتونن حامله بشن اما اگه بخوام آیدی بزنم ممکنه آیدی در یه قسمت قرار بگیره و اون طرف مقابل آماده باشه برای اینکه بتونه یه تخم در حالی که فرد آیدی داره میتونه حاملگی اتفاق بیفته و خانم هایی که به مس حساسیت دارن که هم بیماری ویلسون هستش اینا چون به مس حساسیت دارن وقتی آیدی هم تو اکثر منابع نوشته ممنوع گذاشتنش بعضی از منابع هم اوییدنس وجود داره که اینها ممکنه علائم رو نشون بدن ولی بعضی از منابع هم گفتن علائم زیادی برای مسمومیت اتفاق نمیافته تا اینجا در مورد روش صحبت کردیم که هم اثر سیستمیک داشتن و همین که روش های بیشگیری از بارداری ممکن بودش که یه جور تهاجم داشته باشن مثل گذاشتن آیودی و این روش ها روش های بسیار موثری هم هستن برای پیشگیری از بارداری چون هر چقدر بالاخره اثر سیستمیک داشته باشی یا تهاجم تر باشه و پیشگیری از بارداریش هم بیشتر هستش اینجا میخوایم وارد روش پیشگیری از بارداری بشیم که اصطلاحا بهش میگیم نشرال فامیلی پلنینگ یا روش طبیعی پیشگیری از بارداری وقتی یکم فکر میکنیم میگیم که مگه امکان داره که به طور طبیعی هم پیشگیری از بارداری صورت بگیره این یعنی چی یعنی که ما برای پیشگیری از بارداری از هیچ ترکیب یا داروی استفاده نمی کنیم و مبنای این روش های پیشگیری از بارداری علم ما برای این هستش که چه موقع تخمک گذاری صورت میگیره و اینکه با استفاده از اون علائمی که تخمک ایجاد میکنه به فرد تو اون فاصله ارتباط جنسی نداشته باشه برای همین تحت اون روش های طبیعی پیش از بارداری شناخته میشن پس چه کسانی میتونن از این روش ها استفاده کنن خوب مشخصه ها. آدمایی که سیکل منظم و قابل پیش بینی دارن خانمی که سیکل منظم داره ما دیگه نمیتونیم بگیم خب حدودا تخمک کی هستش اما خانمی که سیکل منظم و قابل پیش داره میتونیم با فرمولی محاسبه کنیم که محدوده ای که ممکنه تخمک اتفاق بیفته کی هستش پس خانمی که سیگنال منظم مقابل پیش بینی دارن هم مشارکت همسرشون خیلی زیاد هستش این خانم هایی که مشارکت همسرشون کمه نباید از استفاده کنن چون باید در واقع فاصله زمانی ارتباط نداشته باشن هر چقدر زوجی که از استفاده کنن سواد آگاهیشون بیشتر باشه خیلی موثرتره چون سواد آگاهیشون بهشون کمک میکنه <applause> که زمانی که تخمین میزنن که در واقع فاز این زمان زمان درستی بشه هایی که خب استفاده از سایر روش براشون امکان پذیر نیستش بیماری هایی دارن مشکلات طبی دارن که هر روشی رو, رو استفاده کنن برایشون ایجاد مشکل میکنه میتونیم بهشون توصیه کنیم از این روش ها استفاده کنن و خرم هایی که در سن اوج قدرت باروری نیستن این یه بحث خیلی مهمیه چون خانمایی که در اوج سن قدرت باروری هستن به خصوص 20 تا 35 سال اینا شانس حاملگیشون بسیار بالاست و ممکن هستش که در واقع حتی علیرغم پیشگیری طبیعی هم حاملگی اتفاق با این حال این روش پیشگیری از بارداری جز روشهایی هستش که اثرپذیریش به کمتر از روشهای قبلی هستیمش صحبت کردیم و خانمهای که انگیزه بالایی برای ثبت و اجرای روشهای تعیین زمان تخم گذاری دارن از ویژگی های روش های طبیعی پیشگیری از بارداری این هستش که این روش ها چون مبناشون تعیین زمان تخمک گذاری هستش که ما چند طریق اون استفاده می کنیم دانش افراد در مورد زمان تخمگذاری و آگاهی و پیدا کنن بسیار مهمه ما میتونیم به این افراد آموزش بدیم که از روش تقویمی استفاده کنن یعنی طول مدت زمان سیکلشون شده و در 6 دوره گذشته ثبت کنن وقتی ثبت کردن مشخص میشه که حداقل زمانی که سیک اتفاق افتاده چه زمانی هستش و در این فاصله مشخص شده سیک منظم هستن یا قابل پیش بینی هستن یا نامنظم هستن اون خانمایی که سیکلشون منظم هستش در عرض 6 ماه میتونن با این حد اقل زمان و حد اکثر زمان زمان تقریب تخمک گذاری براشون تعیین کرد یکی از روش های دیگه ای که میشه زمان تخمک گذاری تعیین کرد استفاده از درجه حرارت بدن به طور معمول درجه حرارت پایه بدن برافاصله فاصله از تخمک گذاری 3 دهم یا نیم درجه سانتیگراد بالا میره بعد خانمها ها بگیم که در جهرت پای بدنشون ثبت کنن و به در جهرت بار رفت در واقع ارتباط وجود نداشته باشه تا انتهای سیک. همونطور که گفتیم روش های طبیعی پیشگیری از بارداری نیاز به مشارکت بالای همسر داره چون توی این روش در جهارت پای بدن مدت زمان زیاد در واقع باید از ارتباط پیشگیری بشه یکی از روش هایی که در واقع میتونیم ما تعیین کنیم زمان تخم هستش که ترشحات دهانی بر اساس سیکل باروری تغییر میکنن یعنی اون زمانی که تخمک گذاری اتفاق میفته یعنی هولوش تخمک گذاری که ما اوج ترشح استروژن رو داریم ترشحات دهان ریمی ترشحات رقیق و آبکی هستند که این ترشحات اجازه نفوذ اسپرم رو میدن و حتی برای ماتوریشن اسپرم در داخل دهان رحم هم خیلی بسیار مناسب هستند. بعد از این تخمک گذاری اتفاق افتاد، چند بعد از تخمه گذاری با افزایش غلظت ترشحات دهان رحم، این ترشحات هم حجمشون کم میشه هم غلیظ چسبنده میشن. برای در روش ترشحات دهان رحم به یه خانم آموزش میدن که ترشحات دهان رحمشون خودشو روی لیک لام قرار بده و بر اصل میزان کششی که در ترشح اتفاق میفته زمان تخم گذاری تعیین میشه زمانی که بیشترین کشش رو داره یعنی شانس باروری وجود داره وقتی که اصلا کششی وجود نداره ترشح بسیار غریض هستن یعنی شانس باروری وجود نداره یکی دیگه از روشایی که میشه استفاده کرد ترکیبی از چند تا از اینا از ترکیبی از درجه حرارت ترشح دهان ده از روش تخمیر و روش درجه حرارت بدن میشه در واقع واسه ترکیبی از این روش ها استفاده کرد مهمترین فواید روش های طبیعی پیشگیری از بارداری اینه که چون هیچ ترکیبی دارویی هم استفاده نمیشه و هیچ تداخلی برای فرد فراهم نمیشه خطری مرتبط با سلامت ایجاد نمیکنه عوارض سیستمیک نداره هزینه برای افراد نداره برای همین جز روش هایی هستش که در بسیاری از کشورهای دنیا در واقع ازش استقبال میشه در ایران ما برای اینکه این آموزش ها رو بدیم و خانمها خیلی حوصله ندارن که آموزش ها رو بگیرن و به همسرشون هم منتقل کنن خیلی روش های طبیعی پیشگیری از بارداری استفاده نمیشه ولی ما در ایران یه روش سنتی ویدراوال یا منقطع استفاده میشه این روش پیشگیری از بارداری رو اصطلاحا خانواده اون روش طبیعی پیشگیری از بارداری میشناسن پس یادتون باشه اگه ما در سوال امتحانی در مورد روش های طبیعی پیشگیری از بارداری پرسیدیم حتما همین روشهایی که اینجا ذکر کردیم مد نظر ما هستش نه اون که طور سنتی مورد استفاده قرار میگیره این روش پیشگیری از بارداری هم محدودیت داره خانمی که میخواد روش استفاده کنه بعد قبل از اینکه از جاش بلند شه صبح به صبح در جهت ثبت کنه یا تغییرات موکوسرویکش رو پیگیری کنه از محدوده مهمش اینه که با روابط رفتار جنسیش تداخل ایجاد کنه و یکی از مهمترین محدودیتاش اینه که هیچ محافظت در مقابل منتقل جنسی وجود نخواهد داشت یکی دیگه از روش پیشگیری از بارداری روش های صدی پیشگیری از بارداری هستش که این روش ها از این نظر اهمیت دارند که خب چون اثر سیستمیک نمیگذارن عوارض جانی ایجاد نمی خیلی از خانواده طرفدار این روش هستند البته باید یاد اون باشه که این روش پیشگیری از بارداری میتونه محافظت خوبی هم در مقابل بیماری ها ایجاد کنه این روش ها شامل های مردانه و زنانه اصلا ترکیبات اسپرم کش دیافراگم روش روشهای مختلف پیشیده اسفنج واژن و غری که امروزه اصلا روشا دیگه در بازار موجود نیستن در واقع بیشترین چیزی که موج هستش کاندوم های مردانه هستش که همه کشورهای دنیا دارن و کاندوم های زنانه اغلب کشورهای دنیا استفاده میکنن متاسفانه ما در ایران کاندوم های زنانه رو نداریم البته اثر پیشگیری از بارداری در بین این روشهای صد دیگه اسم بردیم کاندوم های مردانه اثر پیشگیری از بارداریش بالاتره اما یاد باشه روش های صدی پیشگیری از بارداری نسبت به روش هورمونی پیشگیری از بارداری اثر پیشگیری از پیش کم هستش یعنی محافظتی که ایجاد میشه محافظت صد درصدی نیستش مکانیزم اثر روش ها مشخصه صدی صد یا مانع در مقابل ورود اسپرم به داخل دستگاه جنتال ایجاد میشه حالا یا به صورت کاندوم ترکیبات اسپرم کش که اسپرم رو از بین میبرن دیافراگم باز مانع ورود اسپرم به داخل سرویکس میشه یعنی یه جوری به نخه ما یه مانه ایجاد می کنیم که اسپرم وارد دستگاه جنتال نشه مهمترین ویژگی روش های صدی پیشگیری از بارداری به جز اثر پیشگیری از بارداری که دارن محافظت افراد در مقابل بیماری جنسی و ایدز هستش در جمعیت هایی که امکان آلودگی بالا هستش مثل افرادی که پارتنر های متعدد دارن یا افرادی که معتاد تزریقی هستن میشه از این روش استفاده کرد هم به عنوان پیشگیری از بارداری هم محافظت در مقابل بیماری منتقل جنسی و اچ آی در واقع این مهمترین ویژگی روش های پیشگیری از بارداری است بعضی از کشورهای دنیا ممکنه افراد از روش های دیگه برای پیشگیری از بارداری استفاده کنن اما چون در خطر آلودگی یا اچ آی از این روش برای محافظت در مقابل اچ هم استفاده یعنی همزمان دو روش استفاده می‌کنن یک شو منظور پیشگیری از بارداری یک شو منظور پیشگیری از اچ و یکی دیگه از اثرات مفید این روش های این هستش که از اونجایی که یکی از بیماری‌های منتقل جنسی پاپیلوما ویروس شانس بروز سرطان سرویکس رو زیاد میکنه، این روش پیشگیری از بارداری چون باعث میشه که پاپیلوما ویروس وارد دستگاه جنتالی خانم نشه به این جهت محافظت از کانسر سرویکس هم ایجاد میکنه. تو خیلی از کشورهای دنیا یکی از برنامه های پیشگیری از کانسر سرویکس توصیه به استفاده از کاندوم هستش. و آخرین بحث و از نظر خود من مهمترین بحثی که در بحث پیشگیری از حاملگی پرخطر وجود داره پیشگیری اورژانس از بارداریه. من ازتون خواهش میکنم که شما به عنوان دانشجوی پزشکی این قسمت بحث رو خیلی بهش توجه کنید که یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم که جلوی خیلی از حاملگی رو بگیریم اینه که در ارتباط محافظت نشده به ویژه ارتباطهای محافظت نشده خارج از چارچوب خانواده یا ارتباطهای محافظت نشده که افراد پیشبینی ارتباط رو نمی کردن این روش پیشگیری از بارداری میتونه کمک کنه که جلوی حاملگی ناخواسته رو بگیره یعنی ما میتونیم در واقع به این وسیله یه هार्म ریدکشن داشته باشیم یعنی کاهش خطر برای کسایی که به غلط یا به اشتباهی ارتباطی رو داشتن برای اینکه راغر حاملگی خواسته پیش نیاد ما در روش پیشگیری از بارداری میتونیم به فرد کمک کنیم که شانس وقوع حاملگی ناخواسته رو توی تماس جنسی بدون محافظت چیکار کنه به حد برسونه بسونه مطالعات نشون داده که استفاده از روش پیشگیری از بارداری اورژانس تا 120 ساعت بعد از یک ارتباط هم میتونه محافظت ایجاد کنه البته باید اینو بگیم حتما که هر چقدر زمان شروع استفاده از این روش به زمان اون ارتباط نزدیکتر باشه شانس محافظت بیشتره به خصوص اگر که بلا بعد از یه ارتباط محافظت نشده از این روش بیشگیری از بارداری استفاده بشه ما باید آموزش بدیم به همه اخشار جانمه همون به به جوانانمون آموزش بدیم که اگر دچار شرایطی شدن که دوای ارتباط محافظت نشده داشتن برای اینکه حاملگی اتفاق نیفته از این روش پیشگیری از بارداری استفاده کنن البته این روش پیشگیری از بارداری یه روش دائم پیشگیری از بارداری نیست همینطور که از اسمش مشخصه یه روش پیشگیری از بارداری اورژانسی یعنی شرایطی که از قبل قابل پیشبینی نبوده و محافظتی صورت نگرفته و هیچ خانواده ی حق نداره که در واقع این به روش پیشگیری از بارداری دائم استفاده کنه مکانیسم عمل روش پیشگیری از بارداری اورژانس چیه مکانیسم اثرش مشخص است اما دیده شده که در هر زمانی از از این روش بیشتر از باردار استفاده بشه یه محافظت خوبی رو میتونه ایجاد کنه تو بعضی از این مدل های روش بیشتر از بارداری اورژانس حتی محافظت میتونه تا 98 درصد هم باشه 98 درصد هم باشه اون که مسلمه اینه که ما یه دوز بالایی از هورمون رو به فرد میدیم تحت تاثیر این دوز بالای هورمون که میتونه هورمون پروژسترون تنها یا ترکیبی از پروژسترون و استروژن باشه اگر این قبل از اینکه تخمک گذار اتفاق افتاده باشه این ارتباط صورت بگیره و بخوایم جلوی اون رو بگیریم با تجویز این روش میشه پیشگیری از تخمک گذار اتفاق بیفته اگر یکم دیرتر باشه تاخیر در تخمک گذاری اتفاق افته. این تخمک گذاری به عقب بیفته حتی باید از تخمک گذاری چون این دوز هورمون میتونه اختلال در اندومتر بکنه فضای لازم برای لانه گذاری رو حذف میکنه و یا میتونه حتی باعث اختلال نفوذ اسپرم بشه و یا اختلال در حرکت لولا حرکت رو رو کند میکنه در نتیجه شانس رسیدن اسپرم و تخمک رو به حداقل میرسونه و اگر هم حتی تخمک گذاری صورت بگیره یا صورت گرفته باشه چون حجم بالای از هرمون تخمک در این شرایط قابلیت لقاهش کم میشه برای همین میتونه باعث اختلال در لقاه هم بشه باید توجه کنیم که با مجموعه از این یا بعضی از این مکانیزم این روش میتونه اثر خودش داشته باشه نکته یه وجود داره اثر بخشی روش پیشگیری از بارداری اورژانس هست ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که از قرص های و استفاده می کنیم که بیشتری اثر بخشی رو دارن و حدود 99 درصد میتونن اثر پیشگیری از بارداری داشته باشن و یا از قرص های ترکیبی اگه استفاده کنیم ترکیب استروژن پروژسترون استفاده کنیم مثل قرص هایی که خوراکی پیشگیری از بارداری هستند با دوز بالا استفاده کنیم شانس وقوع حاملگی 97 درصد هستش که اتفاق میفته در واقع تو قرص های ترکیبی مقدار شانس وقوع حاملگی بیشتر از قرص های لیمون هستش اما گفتم اثر بخشی این روش بیشگیر از بردر به شدت وابسته است به فاصله زمانی بینه اون ارتباط جنسی تا زمانی که از قرص ها استفاده می میشده هر چقدر این فاصله زمانی کمتر باشه اثر بخشی روش بیشتر خواه. عوارضی که ممکن این روش داشته باشه معمولا روش های پیشگیری از بارداری اورژانس که فقط پروژسترون با دوز بالا استفاده میشه عوارضش کمتره وقتی ترکیب استفاده میشه یکم عوارضش بیشتره از عوارضش میتونه تو صفر باشه البته گفتم دو قرص ترکیب بیشتر اتفاق دو, دو قرص خیلی کمتر هستش عوارضی که اتفاق میفته اگه مجبور شد از این قرص استفاده کنه میتونه از ترکیبات ضد تهوع هم استفاده کنه استفاده از قرص ضد در واقع میتونه این آرزه رو به حداقل برسونه یا از شربت خوراکی یا از قرصش استفاده کنه نیم ساعت قبل از اینکه قرصا رو استفاده کنه میتونه از توا استفاده کنه که عوارضی نداشته باشه اما اگر هم تهوع استفراق اتفاق افتاد چون ممکنه قرصی رو که مصرف کرده خارج بشه با حالت استفراغ اگر قبل از سه ساعت باشه یک زمانی که قرص مصرف کرده باید قرص دوباره مصرف کنه اما بعد از سه ساعت باشه معمولا قرصات جذب شده و نیاز به تکرار مصرف هم نیستش یکی دیگه از عوارضی که اتفاق میفته و خیلی هم طبیعی هست با اون مکانیزمی که ما گفتیم وقتی تاخیر در تخمک گذاری ایجاد میکنه قطعا سیکل رو هم به تاخیر میندازه برای ممکن باعث اختلال در سیکل بشه برای همین هستش میگیم به هیچ زوجی توصیه نمیکنیم که این روش پیشگیری از بارداری بشه بلکه این اورژانس هستش چون ممکنه قاعدگی زودتر و یا حتی دیرتر اتفاق بیفته و این زودتر یا دیرترش برای فرد ممکن استرس زیادی رو ایجاد کنه باید بهشون بگیم که تغییر در سیکل خونریزی باعث نگرانشون نشه در واقع این اتفاق اتفاقی هستش که بی مشکل ایجاد میکنه. اما اگه یه خانم چند بار در یه سیکلش استفاده کنه هی سیکلش به هم ریخته میشه و دوباره باید برای اصلاحش کار دیگه رو انجام بده یکی دیگه از عوارض هم میتونه سردر و سرگیجه باشه که از عوارض قرص های پیشگیری از بارداری هستش نکته ای که با توجه کنیم اینه که همینطوری گفتیم چندین بار گفتم این روش نباید به ما روش دائم استفاده بشه فقط در صورت تماس جنسی محافظت نشده هستش وقتی یه فردی از کنترسپتیو استفاده نمیکنه در مواردی تجاوز اتفاق میفته یا تهاجمهای جنسی اتفاق ممکنه بیفته و یا حتی ممکنه که یه روش بیشگی از بادر فرد استفاده کنه و شکست اتفاق افته مثل مواردی که یه زوجی از کاندوم استفاده میکنه متوجه میشن کاندوم پاره شده وقتی متوجه کاندوم پاره شده تنها کاری که میشه کرد اینه که از روش بیشگی از بادر اورژانس استفاده بشه چه کسانی میتونن از این روش استفاده کنن افرادی که پارگی کاندوم دارن ممکنه کاندوم در حین ارتباط خارج شده باشه یه خانمی قرص مصرف میکنه گفتیم قبلا هم اگر مصرف کننده قرص یادش به قرص مصرف کنه تا دو روز میتونه جبران کنه میتونه در دو روز بعدی همون دوزاری فراموش کرده مصرف کنه اما اگه بیش از دو روز گذشت دیگه در واقع باید از یه روش اورژانس استفاده کنیم مثل خانمایی که میگم سه نوبت پشت سر هم دیگه قرص رو فراموش میکنن یا خانمایی که قرص شیردهی مصرف میکنن اما قرص های گفتیم پی او پی قرص های شیردهی هستن که ما در دوران شیری برای خانم توصیه میکنیم فقط در شش ماه اول تو کشور ما داره داده میشه قرص های پی او پی یا پروژسترون اونلی پیل ها خانمایی که این قرص رو استفاده میکنن چون فقط ایمنی چون 3 ساعت یعنی تا 3 ساعت اگر قرص از زمان خودش مصرف کردن کردن اگه مصرف نکردن بعد بعدش باید توصیه کنیم که از این روش های اورژانس استفاده کنن چون ممکنه که بارداری اتفاق بیفته چون اونها خیلی کمه خانمایی که آمپول تزریقی استفاده میکردن حالا دو هفته هم گذشته از زمانی که باید آمپول تزریق میکردن یعنی از اون 12 به اضافه دو هم گذشته استفاده نکردن یه محافظت داشتن باید حتما اینا از این روش ایمرجنسی کنتراسپشن استفاده کنن وقتی یه خانمی روش طبیعی رو استفاده میکنه و یا به هم ریخته میشه و دیگه حالا اصلا شک داره که آیا این در زمان دوره تخم گذارش بود یا نه ارتباطش میتونه از روش ارجانس بشه از بار استفاده کنه اگر که آیدی خارج بشه یا متوجه نشده که خارج شده بعدا که توی فاصله این حس کنه آیدی خارج شده یا اینکه تو ماینش بگن آیدی خارج شده ارتباط نزدیک داشته باشه میتونه از این روش بیشتر از بردار اورژانس استفاده کنه و یه کسایی که از انزال منقطع استفاده میکنن باز میتونن از این روش استفاده کنن که جبران کنه یا ارتباط محافظت نشده یا درست محافظت نشده رو امیدوارم که خسته نشده باشید ما سعی کردیم که خیلی جمع و جور به شما بگیم قطعا اگه میخواستیم بیشتر توضیح بدیم خیلی جا داشت برای توضیح دادن ولی محدودیت کلاس ما خیلی زیاد بودش فقط به این نکته باید حتما توجه کنیم که در مورد انتخاب روش پیشگیری از بارداری بهترین روش پیشگیری از بارداری وجود نداره بهترین روش پیشگیری از بارداری با توجه به شرایطی فرد سلامت اون خانم الگوی باروری که افراد دارن سابقه بیماری هایی که دارن داروهایی که مصرف میکنن و سنشون یا عادت مثل مصرف سیگار و غیره با توجه اونها تعیین میشه برای همین برای همه افراد این که بهترین روش بیشی از بارداری بهترین روش پیشگیری از بارداری وجود نداره بلکه مناسب ترین روش پیشگیری از بارداری بر اساس شرایط هستش که باید تعیین بشه و نکته بعدی که خیلی مهمه در هر روش پیشگیری از بارداری باید ما یادمون باشه که در همه شرایط سلامت اصل موضوعی که باید مد نظرم قرار بگیره ما باروری یا پیشگیری از باروری رو مبنامون سلامتی یعنی اگر سلامت فرد ایجاد میکنه بارداری داشته باشه و اگر سلامت خودش جنین آیندهش مصرف داروها برای نوزاد آینده میتونه خطر ایجاد کنه باید در واقع محافظت بشه در مقابل حاملگی ناخواسته و اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که ما کاری کنیم که مردم انقدر آگاهی و دانش داشته باشن که هر حاملگی برای خانواده به صورت ارادی و با برنامه‌ریزی صورت بگیره منابعی که ما استفاده کردیم و معمولا از قسمت بحث سلامت باروری و پیشگیری از بارداری کتاب بهداشت جامع مومی هستش آماری که در این بحث استفاده شد مربوط سازمان آمار ایران دستانوان کشوری ارتقای نرخ باروری و دستانوان کشوری باروری ایمن و پیشگیری از بارداری مورد استفاده قرار